ثبت رسمی و اجازه فعالیت گروه پارلمانی دو حزبی دفاع از حقوق و حفاظت اشرف 3 در کنگره آمریکا. بیانیه اهداف گروه پارلمانی: تشریک مساعی با دولت آمریکا برای تعامل با متحدان اروپایی برای حسابرسی از رژیم ایران به خاطر تخلفات دیپلماتیک به ویژه در بالکان برای مهار فعالیت‌های شرورانه نمایندگی‌های دیپلماتیک رژیم با هدف بسته شدن آنها و اخراج عوامل مرتبط با آنها. کار با دولت آمریکا برای کمک به آلبانی به منظور اطمینان از حفاظت از ساکنان اشرف و برخورداری آنها از تمامی حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون 1951 ژنو، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون بین المللی آزادی‌های مدنی و سیاسی. گروه پارلمانی تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که مخالفان ایرانی که اغلب آنها سابقه زندانی سیاسی دارند، از تعقیب توسط رژیم ایران هم در داخل کشور و هم در خارج محافظت شوند. گروه پارلمانی تلاش می‌کند تا صداهای اشرف 3 را تقویت نموده و اطمینان حاصل کند دیدگاه‌های آنها توسط جامعه بین المللی شنیده شود. تلاش برای پایان دادن به سوء استفاده از انترپل برای آزار یا تعقیب مخالفان از جمله پناهندگان سیاسی در اشرف 3 با اتهامات ساختگی سیاسی. حمایت از جنبش دموکراتیک ایران و جامعه ایرانیان در آمریکا که خواهان یک جمهوری دموکراتیک و غیر هسته‌ای هستند و از گزینه سوم یعنی نفی جنگ خارجی یا مماشات با رژیم حمایت می‌کنند. حمایت از تظاهرکنندگان ایرانی که مخالف دیکتاتوری‌های سلطنتی و مذهبی هستند. بیانیه اهداف: نظارت بر رفتارهای منفی و مخرب وزارت اطلاعات و شعبه‌های آن نظیر انجمن نجات به ویژه علیه ساکنان اشرف 3. همکاری با دولت آلبانی و رهبران شهر اشرف از جمله سفر و بازدید در آلبانی، دعوت مخالفان در اشرف 3 برای سخنرانی در جلسات علنی از طریق آنلاین، دعوت از سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان برای مستندسازی و بررسی عوامل تهدید و حملات علیه ساکنان شهر اشرف و همکاری با اعضای کنگره و شهروندان حوزه آنها برای ترتیب دادن سفر هیئت کنگره به اشرف 3. لنس گودن، عضو کمیته قوای مسلح کنگره: بسیار مفتخرم که تشکیل گروه پارلمانی اشرف 3 را اعلام کنم و افتخار می کنم که یکی از اعضای مؤسسه آن هستم. ما شاهد حمایت فزاینده در کنگره آمریکا از اشرف 3 هستیم. من حامی قوی حقوق آنها و مبارزی آنها برای تغییر رژیم در ایران هستم. آرزو می کنم همه افراد اشرف به ایران با یک حکومت دموکراتیک بازگردند. لنس گودن. خانم رجوی خیلی لطف کرد که چند سال پیش در تابستان اشرف را به من نشان داد. بسیار مفتخرم که از طرح 10 ماده‌ای برای بازگرداندن ایران به مردمش حمایت میکنم. یکی از اقدامات وحشتناک رژیم یک دادگاه نامشروع غیابی علیه افراد اشرف است. این کاملا احمقانه است. این شیطانی است. دیکتاتور بیرحم امروز فردا دیگر وجود ندارد. لنس گودن. تا زمانی که به مبارزه خود ادامه دهید، من مشوق مقاومت شما هستم و شما را تحسین می کنم. از شما برای تمام کارهایتان برای مردم ایران و آینده ایران سپاسگزارم. گروه پارلمانی دفاع از حقوق و حفاظت اشرف. بیانیه مأموریت و اهداف. گروه پارلمانی دفاع از حقوق و حفاظت اشرف 3 یک پلتفرم فراحزبی است که اعضای کنگره می توانند به طرح مباحث ریشه‌ای در مورد مسائل و موضوعات مرتبط با وضعیت و چالش‌هایی که مخالفان ایرانی مستقر در اشرف 3 با آن روبرو هستند بپردازند. با ترویج و ارتقاء گفتگو و فراهم کردن جریان منظم اطلاعات، این گروه پارلمانی به اعضای کنگره منابع جامعی از اسناد ارائه خواهد کرد که از منابع رسمی در ایالات متحده، سایر منابع دولتی، سازمانهای غیر دولتی، گروههای معترض ایرانی و همچنین رهبران جوامع ایرانیان مقیم آمریکا به دست آمده است. این گروه پارلمانی اساساً روی موارد زیر متمرکز خواهد بود: محافظت و حمایت از حقوق مخالفان ایرانی شامل کسانی که در اشرف 3 زندگی می کنند و در برگیرنده موارد زیر است. تشریک مساعی با دوایر زیراب در دولت ایالات متحده برای تعامل با متحدان اروپایی به منظور حسابرسی از تخلفات رژیم ایران از امتیازات دیپلماتیک به ویژه کشورهایی که در بالکان قرار دارند و نفوذ رژیم ایران در آنها گسترش یافته است. علاوه بر این، ترویج اقداماتی جهت مهار فعالیت‌های شرورانه انجام شده توسط نمایندگی‌های دیپلماتیک رژیم ایران با هدف بسته شدن آنها و اخراج عوامل مرتبط با این نمایندگی‌ها.